علت عقب افتادگی و زبون بودن مسلمان ها در این 1400 ساله چیه؟ بسیار خوب. مسلمان و کشورهای مسلمان در 1400 سال شما معتقدید در 1400 سال که مسلمان ها عقب افتادن؟ بله قربان، من چی بررسی میکنم؟ هیچ کشور مسلمانی که دارای تکنولوژی نه، کاملا اشتباه میکنی جناب. دارای دموکراسی نه، ولی این آزادی هیچ کدوم متاسفانه من جایی ندیدم. اگه شما میدونید من به طلب کلی سپاسگزار میشم. شما چشم، ولی شما فکر نمیکنید که اشتباه میکنید؟ الو الو. خب ایشون تشریف بردن، علت عقب افتادگی مسلمان ها را اگر میپرسیدید سوال مهمی بود، اما چون قید 1400 سال پیش بهش اضافه کردید گفتم که کاملا اشتباه میکنید، کاملا اشتباه میکنید. چرا؟ برای این که این تمدنی رو که الان در اروپا شما میبینید این وامدار مسلمان هاست. اگر مسلمان ها نمیبودند این تمدن نمیبود. این موضوع رو بنده شرح دادم، در سایت گویا هم هستش، در سایت خودم هم هستش و کتاب های متعددی هم در این مورد نوشته شده. اما اصل سوالتون درسته، اصل سوالتون حقه، باید قبولش کرد از هر کسی میخواد باشه، چه از دشمن چه از دوست. چرا مسلمان ها الان عقب افتاده هم؟ علت عقب افتادگی مسلمان ها الان چند چیزه. یکی، هر تاریخ مسلمان ها رو نگاه کنین، وقتی مسلمان ها به دینشون چنگ زدن، اولا دینشون رو فهمیدن، بعد به چنگ زدن رهبران جهان شدن. اعراب رو نگاه کنی چه بودن، با قرآن چه شدن، با دین چه شدن، شدن رهبرانی که جهان عادلانی مثل اونها رو ندیده. این یک. و این که شما می فرمایید که در 1400 سال پیش اونها چه بودن، عقب افتاده بودن، این یه خود شما کم لطفی میکنید. به نظر من عصر نو که این صد چراغ آورده است، چشم در آغوش او وا کرده است. نقش نو بر صفحه هستی کشید، امتی گیتی گشایی آفرید. به قول دکتر اقبال، در جهان آیین نو آغاز کرد. گوش خدمتون جناب، مسند اقوام پیشین در نورد. گوش خدمتون جناب، از کلید دین در دنیا گشود، همچو او بطن مادر گیتی نزاد. نسبت به پیامبر اسلام، در نگاه او، در نگاه دین او، در نگاه او یکی بالا و پست، با غلام خیش بر یک خان نشست. و این مساواتی رو که اسلام آورد در جهان بر اساس اندیشه اسلامی بود. تا زمانی که مسلمان ها این اندیشه رو فهمیده بودند و رهبران دنیا بودند، مسلمان ها 100 سال تازه بر بنا به توطئه صلیبیان، مکاران، گرگان، درندگان جهان و توطئه های داخلی از راه مذاهب متعدد، از اون جمله مدعیان ولایت که همیشه ستون پنجم دشمن بودند، مسلمان ها شکست خوردن، خلافتشون از بین رفت، قدرت سیاسیشون از بین رفت و الان حتی نظر فرهنگی از همه قوی ترند، ولذا این همه بیجانشون افتادن. و در این مورد بحث مفصلی لازمه که اگر شما اجازه بدید من این موضوع رو که مسلمان ها واقعا عقب افتاده بودند یا نه اینو بحث خواهم کرد. اما اینو با شما موافقم، کاملا با تو موافقم که مسلمان ها الان عقب افتاده هم. علت شو انظر من بپرسید اینه که چون دینشون رو رها کردن. وقتی دینشون، دین مسلمان ها دینیست که دنیا می سازه، نه تو بقیه ادیان نیستش. دینشون رها کردن، دنیاشون هم خراب شد. و این سوال، این سوالی که شما الان فرمودید، 100 سال پیش یک نفر اندونزی کرد، 100 سال پیش که چرا مسلمان ها عقب افتادن، و اون موقع اتفاقا امام محمد عبدو و دیگران جواب دادن. ما کتابش من دارم اینجا و یک کتابی بنده در همین مورد ترجمه کردم، اوضاع کنونی ما مسلمان ها، و امیدوارم که چاپ بشه. مدت ها چند سال ترجمهش کردم هنوز چاپ نشده. مجملا اینه، اما با تون کاملا اختلاف نظر دارم که از 1400 سال پیش، بلکه مسلمان ها 1200-1300 سال بر دنیا حکومت کردند
و این که این حرفایی که آقای مشیری و آقای پولادمند و بقیه پیشاهنگان CIA میزنند برای منطقه اسلامی، حرفا هرای بیش نیست، یابهای بیش نیست، اساس علمی نداره، تحریف علمی داره. موضوع خیلی بزرگیه، من بیشتر از این نمیتونم شرح بدم الان چون دوستان رو خاطن. Mm-hmm.